درود به کسانی که از پاکیشان دوستی آغاز می‌شود و از صداقتشان دوستی ادامه می‌یابد. سلام به شما همراهان همیشگی برنامه رنگ زندگی. بازم یه هفته دیگه با برنامه رنگ زندگی مهمون خونه‌های شما عزیزان هستیم. مرسی از اینکه با انتقادات و پیشنهادات خوبتون به ما در بهبود این برنامه کمک می‌کنید. پس مثل همیشه یه هفته دیگه با برنامه خودتون همراه باشید. یه ضرب المثل معروف هست که میگه روزی یه دونه سیب میل کنین و دکتر رو از خودتون دور کنین. سیب یه میوه قلیاییه و تمیز کننده بدنه و چون حاوی مقدار زیاد پکتینه میتونه آب اضافی بدن رو خارج کنه. همچنین سیب باعث شادابی پوست میشه و میتونه در درمان بسیاری از بیماری های شایع و مزمنی مثل خشکی پوست، ترک خوردگی پوست و رنگ پریدگی پوست به پوست کمک بکنه. همچنین پکتین موجود در سیب باعث کاهش کلسترول بد خون میشه و باعث افزایش کلسترول خوب میشه که با افزایش کلسترول خوب بدن که همون HDL باعث میشه که بیماری های قلبی و عروقی در بدن کاهش پیدا بکنه. همچنین فیبر موجود در سیب میتونه به افرادی که قصد لاغری دارن کمک بکنه. یه سیب کوچولو 9 تا 10 گرم فیبر داره و مقدار قابل توجهی از 25 تا 30 گرم فیبر مورد نیاز رو تامین میکنه. همچنین سلولوز و پکتین موجود در سیب قدرت سیرکنندگی بالایی داره و به افرادی که رژیم دارن توصیه میشه. و در آخر بهتون بگم که سیب هایی که در بازار هستن یک لایه چربی روی اونه به خاطر محافظت از اون. پس سیب رو خوب بشورید و افرادی که مشکل گوارشی دارن سیب رو بسیار نازک پوست بگیرن تا ویتامین و پکتین موجود در اون از بین نره. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. میکروب بیشتر یعنی آلرژی کمتر. تحقیق جدیدی نشون میده که کودکانی که در روستا زندگی میکنن در مقایسه با کودکانی که در روستا زندگی نمیکنن تنوع گسترده ای از میکروب رو در روده خودشون هم میکنن و با کاهش 70% ابتلا به آسم و آلرژی روبرو هستن. این مسئله به خاطر اینه که مواجهه با طیف عظیمی از میکروب ها به سیستم ایمنی اجازه میده تا با تعامل در بالغ شدن همراه باشه و در برابر پاسخ های ایمنی نامناسب محافظت بشه. همچنین در سال 2005 تحقیق انجام شده که نشون میده کودکانی که در 4 و 6 ماه نخست زندگیشون آنتیبیوتیک دریافت کردن خطر ابتلا به آسم و آلرژی و اکزما در اونها حتی تا 5 برابر افزایش پیدا کرده. همچنین باید بگم که تنها کودکان نیستند که تحت تاثیر اثرات مضر آنتیبیوتیک قرار میگیرن. مادرانی که در دوران بارداریشون آنتیبیوتیک دریافت میکنن، نوزادانی که از اونها به دنیا میاد بیشتر مبتلا به آسم و آلرژی میشن. یه بخش کوتاهی رو با همدیگه میبینیم و برمیگردیم. درمان‌های سلامتی آسان‌تر از اون چیزیه که فکرش رو می‌کنیم. امروز می‌خوایم چند تا راهکار ساده بهتون پیشنهاد کنیم تا در هزینه و همچنین در وقت صرفه‌جویی بشه و در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه خوبی برسید. خون دماغ شدن یکی از معضلات بزرگیه که اغلب افراد سعی می‌کنن با بهترین روش خون دماغ رو بند بیارن. امروز ما یک روش کاملا متفاوت رو میخواییم به شما پیشنهاد کنیم. هر وقت خون دماغ شدید صاف بشینید، سرتون رو به سمت جلو خم کنید و یک گیره لباس به دماغتون بزنید و 10 دقیقه صبر کنید. شاید مضحک به نظر برسه ولی واقعا کارسازه. راهکار بعدی برای کاهش پادرده. اگه برای مدت طولانی در روز پیاده روی کردید یا کفشتون براتون تنگه یا برای مدت طولانی در روز ایستادید و شب از پادرد نتونستید بخوابید، چند تا مداد رو کف زمین بذارید و پاتون رو روی اون حرکت بدید. ببینید که با کاهش درد پاتون میتونید به راحتی بخوابید. درمان بعدی
در رابطه با شکستن ناخونه. خیلی وقتا پیش میاد که شما در مسافرت هستین و لبه ناخونتون میشکنه و سوهان ناخونتون در دسترس نیست. میتونید از قسمت زبر قوطی کبریت کمک بگیرید و شکستگی ناخونتون رو برطرف کنید. و آخرین درمانی که امروز قرار ما به شما پیشنهاد کنیم در رابطه با سردرده. هر زمان که سردرد داشتید دستمال رو محکم به سرتون ببندید تا فشار دستمال رو در نقاط مختلف سرتون احساس کنید. این باعث کاهش رسیدن خون و باعث میشه که از تجمع خون در عروق سر جلوگیری بکنه و سردرد شما خوب بشه. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. در این بخش میخوایم در رابطه با یک موضوع جالب صحبت کنیم. امروز میخوایم در رابطه با فواید ریش آقایون صحبت کنیم. به گفته دکتر محمد علی نیل فروش‌زاده، از نظر علمی به اثبات رسیده که مردانی که ریش دارن کمتر به سرطان پوست مبتلا میشن. همچنین میزان مواجهه پوست با اشعه مضر آفتاب رو تا 95% کاهش میده. همچنین میخوایم بهتون بگیم که ریش آقایون باعث میشه که پوست اونها همیشه مرطوب بمونه، چون در برابر آسیب‌های محیطی مثل باد، سرما و آفتاب از پوست محافظت میکنه و ریش آقایون مثل ضد آفتاب عمل میکنه. همچنین ریش آقایون باعث میشه که از پیری پوست جلوگیری بکنه و همچنین آقایونی که عادت دارن پوست خودشون رو اصلاح کنن معمولاً با عفونت فولیکول مو روبرو هستن، ولی در مردانی که ریش دارن این مسئله خیلی کم و به ندرت دیده میشه. اما این فواید به شرط اینه که آقایون وقت لازم برای رسیدگی و بهداشت ریششون داشته باشن و توصیه شده که هر روز ریششون رو با آب و شامپو بشورن و شانه کنن و در حد مناسب اون رو نگه دارن. یه بخش کوتاهی رو با همدیگه میبینیم و برمیگردیم. میخوایم در رابطه با فواید نوشیدن چای صحبت کنیم. محققان بیمارستان جان هاپکینز بر این باورن که افرادی که روزی یه فنجون چای سبز یا سیاه مینوشن قلب سالمتری دارن. این به خاطر اینه که به احتمال زیاد با کاهش کلسیم در عروق کرونل قلب روبرو هستن. در این پژوهش 6000 زن و مرد به طور داوطلبانه در این پژوهش 11 ساله شرکت کردند و این افراد قبل از اینکه به این پژوهش بپیوندن قلب سالمی داشتند و هیچ مشکلی نداشتند و بعد از این پژوهش به این نتیجه رسیدن این افراد با خطر کمتری برای ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی روبرو هستند. ولی محققان هنوز به این نتیجه نرسیدن که نوشیدن بیشتر از 3 فنجون چای میتونه بهتر باشه. این پژوهش طی نشست سالیانه انجمن قلب آمریکا مطرح شده. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. پایین برنامه این هفتمون رسیدیم. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. راه‌های ارتباطی با ما رو که بهتر از ما میدونید، فیسبوکمون، وبسایتمون و همچنین صفحه اینستاگرام و تلگراممون. خوشبختی 3 ستون داره: فراموش کردن تلخی‌های دیروز، غنیمت شمردن شیرینی‌های امروز و همچنین امیدواری به فرصت‌های فردا. امیدوارم که همیشه خوشبخت باشید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.